الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم من بی تو دم قرار نتوانم کرد احسان تو را شمار نتوانم کرد گر بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد خدایا شکر خدایا شکر بابت تمام نعمت را که از راه لطف و رحمت و مهربانی بر ما ارزانی داشتیم و با درود و سلام و سلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و متحرشان و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت به تماشای این برنامه خیلی خوش آمدید سپاس از این که در کنار کانون گرم خانواده هادی تیوی و, و برنامه به وقت بیداری را برای دیدن انتخاب کردید با کمال امتنان و افتخار با برنامه و وقت بیداری رو برای شما خوبان و عزیزان هستم و در محضر سرور ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای استاد حسینی ساجدی کارشناس امور دی جناب استاد سلام بر شما خیلی خوش آمدید تشکر بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل ولی کل فرج آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش عرض ادب خدمت شما شنوندگان و بینندگان با کرامت و عرض سلام خدمت شما تشکر که پذیرای ما هستین و انشالله امیدواریم که از قاب این شبکه ارزشی هادی تیوی محضر شما باشیم انشالله خدمت شما آی حسینی و همکاران شما تشکر عرض سلام داریم و انشالله بتونیم یک برنامه خوبی را سلامت باشید تقدیم خیلی خوشحالیم که افتخار داریم تا در محضرتان باشیم استاد موضوعی که در خدمتان هستیم چالش های تربیت فرزند در جهان معاصر هست در جامعه امروز جامعه ای که جامعه ای مدرن هست و جامعه ای خلاصه ارتباطات و رسانه هست در چند شبی قرار است در خدمت شما با این موضوع باشه. می میدونین که بیشتر و بهتر به هزار مراتب اشراف دارین که یکی از مشکلات و دقدقه های خانواده ها همیشه تربیت فرزند هست چرا که پویایی و پیشرفت و موفقیت یک جامعه بستگی به فرزندان ساله و جوانان ساله یک جامعه داره لذا استاد در این برنامه در صدید ای هستیم که این چالش هایی را که مانع هستن و صد راه هستن اینها شناسایی شوه و مطرح شوه و راهکار ارائه بشه چطور میتونیم از چالش هایی را که امروز دامنگیری جامعه جوانان و مخصوصا کودکان هستن و در تربیت کودکان خانواده ها دچار مشکلات هستن اینا را چطور میتونیم از این بیرون بریم مشخصا که جایگاه خانواده ها در تربیت فرزندان چی هست همونجوری که شما فرمودید ما حقیقتاً یک رسالت بزرگی داریم به عنوان پدر و مادر و به عنوان بحش. یک خانواده حالا لزوما نه تنها پدر و مادر اعضای یک خانواده ما گاهی وقتا در صحبت‌های خود میگیم که وجعلنا من ال من اعوانه و انصاره یا وجعلنا من اعوانه و انصاره در امر یاری رساندن به امام زمان همیشه از خدا تقاضا میکنیم جز اعوان باشن جز انصار باشیم یاری کننده ها بله اما در این رابطه یک کمی غافلیم که بالاترین بخشی که میتونیم جز اعوان و انصار امام باشیم بخش تربیت یاران امام زمان هست حالا فرقی نمیکنه جالب یکی از نکاتی که بینندگان محترم خیلی ما را میتونه سر یک سفره بنشانه بحث مهدویتی است که چه شیعه چه سنی به این امر عظیم قائلیم و چه شیعه و چه سنی باید در تربیت اولاد به این نیتی که ما عون بر امام درست بکنیم یار بر امام درست بکنیم درست در کجا باید این تربیت صورت بگیره همجور که فرمودن خانواده یک کانونی است که اولین تجربه های نباید ها و بایدها ها در این در کانون می باید صورت میگیره و متصدیش من و توی هستیم که زعامت این خانواده رو به دست گرفتیم چه به عنوان آقا چه به با عنوان بانو چه به با عنوان پدر چه به عنوان مادر میک ابتدای کار یک نکته را همی اول آی حسینی عزیز ارز کنم محضر بینندگان با کرامت شما که خصوصا به جوانان عزیز بگم به زوجینی که یا زوجاتی که تازه پا به عرصه زندگی گذاشتن زندگی مشترک زندگی به. مشترک احسن میتلبت که یک مقدار هاشیاها ها کنار بره واقعا که وقتا اونقدر ما درگیر هاشیه های زندگی هستیم که حتی بعضی از جامعه شناسان و روان شناسان یک آمار خیلی در داوری را بیان میکنن 90 درصد حالا خیلی در داوره 90 درصد گرفتاری های زوجین غیر ضروری و ده درصدشان متاسفانه فقط ضروری است ما در 90 درصد زوم شدیم و ده درصد را رها کردیم کانون خانواده بستری را فراهم میکنه که یک آرامشی را ایجاد بکنیم به. و یک آرامشی را حتی میشه گفت تولید بکنیم و یک آرامشی را به وجود بیاریم در واقع چیزایی که خیلی ضروری نیست جایگزین چیزهای ضروری آفر. کرده همینجور شده 90 درصد ما رفته به او سمت و ما حاشیه محورم تو اصل محور و این حقیقتا در داوره ما تا گاهی مواقع اینجوری میگم حالا ان صحبت میکنیم در انشاءالله. رابطه با چالش هایی که به قول شما که موضوع برنامه هم هست در جهان معاصر مطرح و چه تفاوت هایی داره او رو حرف میزنیم ولی یک نکته را در همین تلیعه ای بحث عظیمی که الان ما نمیدانیم چند هفته ای بحث طول بکشه یک نکته ای را بگم و اون نکته اینه که اونقدر در این 90 نو... در صدی ما هواشی هست که خبری از پرزندان نیست جه. به یه و... مهمیش توجهی نداره و, و, و متاسفانه عذر خواهی میکنم از شما بینندگان با کرامت و متاسفانه گاهی مثل گیاهان خود رو فرزندان ما خودشان یا نور گیرند یا متاسفانه ظلمت گیرند یا هدایت گیرند یا زلالت میگیرن دارن خودشان رشد میکنن در خدمت سلامت باشین استاد ممنون بفرمایید و چالش هایی را که وجود داره در جامعه و راکارها را در خدمت شما ببینید ببینن آی حسینی عزیز الان موضوع برنامه ای شد که ما یک مقداری بحث تربیت اولاد و تربیت فرزند که قطعا در این شبکه ارزشی قبلا هم کار شده و دائره وسیعی داره یک مقداری ایره زیقش بکنیم رست. و او قضیه اینه که ما در کدام عصری داریم زندگی میکنیم بله. زمان شناسی اصلی مهمیه احسن همجور که امام شناسی لازمه زمان شناسی هم لازمه لذا لازم حضرت بقیه الله الاعظم را امام زمان میگیم پس باید زمان هم بشناسیم زمانی که محسیم چند تا تفاوت داره با زمانهای گذشته و این تفاوت ها ممکنه هم ایجاد چالش بکنه هم ممکنه یک برشی بزنه و یک میان بری درست بشه برای رسیدن به نور آه. اولا خب اجازه بدید من یک مقدار نورانیتش را بگم خب ما در اصر بلوغ عقلی و در اصر رشدیم حتی وقتی یک روزی حضرت خاتم صلوات الله علیه و, علی و سلم در میان اصحاب نشسته بودند، وقتی حضرت فرمود همون حدیث معروفی که سلام من به برادرانم اصحاب گفتن و علیکم و سلام حضرت فرمود شما اصحاب منید من به برادرانم برادران. سلام کردم عرض کردن برادران شما کیا هستند یه جمله خیلی جالبی است که بدانید اصر الان ما کدام اصره فرمود برادران من کسانی هستند که در یک دوره ای و بره ای از زمان زندگی میکنند که ایمان میارند با سوادی بر بیازی بیاز یعنی صفحه سفید کاغذ و ده. سواد یعنی رنگ قلمی که بر این شو شو صفحه نوشته میشه یعنی ایمان منطق مهوری یعنی ایمان چجور بگم ایمان استدلالی ایمان ده. حتی ایمان دلی نه اینکه ایمان چشم عقل... مهوری اقلانی عقلانی پذیری لذا در ابتدای سوره مبارکه بقره وقتی که خداوند فرمود الذین یؤمنون بالغیب از امام صادق سال کردن آقا یؤمنون بالغیب کیه که كي با این عظمت یاد میشه داره. فرمود کسانی که در عصر آخر و زمان زندگی میکنن امامشان را نمیبینن اما با استدلال و منطق دل به امام میبندن متوجه و ما در این عصری عصر... عصری که پتانسیل و استعداد و قابلیت العاده ای در وجود ما هست بله ما خوب میتونیم اولاد چون در این اولاد هم حتی این پتانسیل ده. هست حتی من گاهی وقتا به دانشوی خودم میگم میگم ببینید شما نگاه بکنید چرا خدا ما را در چنین عصری قرار داده نه اصلا بذاری جوری بگم چرا خدا اولاد ما را در چنین عصری قرار داده حتما آیا حسینی نگاه ویژه به اولاد داشته باش چون این اولاد شما که الحمدلله هم زوده حصر دارید یک پرچالش به وجود آمد؟ حصر پرچالشی که چالش از اینجاست میگیم مله الغنم هل الغرم از اون طرف اونقدر زیبایی های این اصر داره خب قطعا یک اصلاحی ما داریم میگیم هر که بامش بیش بیشتر. برفش بیشتر ما فقط غرمها ها را نبینیم ها این غنمها ها را هم ببینیم یعنی زیبایی ها را هم ببینیم من گاهی وقتا به دوستانم میگم میگم نگاه کن خدا دست ما را گرفت در این عصر قرار داد یا دست کودک ما را الان در دامن ما قرار داد این کودک خوش و حالش در عصر مهدویت میخواد رشد بکنه امانتی دست ما خب حالا حالا موضوع برنامه حالا امانتی است که دست ما هست و ما در تربیت ای اولاد باید کوشا باشیم باید. چه کار رو باید بکنیم چه بکنیم که از اون چالش ها بیرون بیاییم لذا چالش ها باید یک مقداری آمارش گرفته بشه یک مقداری لیستش بیان بشه یک مقداری شناخت پیدا بشه به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که من لم يعرف على مذرت الأشياء لم يقدر على انتفاع تا ان. تو ضررها را نشناسی نمیتونی جلو گیری بکنی من نمیدونم ده. قبل وقفه وقت داریم یا نه که الان بشماریم بشماریم این چالش ها چیه وقت هست همه خب چالش هایی که ممکنه پدر و مادر بش درگیر باشند و ممکنه در عصر نور عصر انتظار عصر مهدویت عصر زمین سازی ظهور اصر عصر یارپروری امام مهدی ممکنه به بعضی از چالش ها رو باشند یکیش اینه شما در گذشته اگر نگاه بکنید شکاف بین دو نسل بود اما عمیق نبود خیلی نسل یک مقداری که سن بالاتری داره و نسلی که جوانتره و یا حتی نوجوانه بله شکاف بود از ابتدای خلقت بنی بشر این شکاف هست تفاوت بوده بله اما این کجا و آن کجا امروز کجا و گذشته کجا مثلا یک واقعاً مثال دنیا یک تغییر بسیار متفاوت خی... و سریع را در آخر به خودش دقیقاً افتح... این کلمه سرعت را ما کار دارم سریع یک مثال بزنم خدمت شما در گذشته پدر و مادر در عصر مرکبهای زندگی میکردن که حیوانی بود با عصر میرفتن با قاطر میرفتن اولاد ای داره در مثلا گذشته رو دارم میگم اولاد او در یک عصری چشم به جهان گذاشت که خب موتور سیکلت جایش گرفت چرخه گرفت ماشین گرفت کم کم هواپیما بعد این شکاف ایجاد شد پدر و مادری که با مرکب های حیوانی و طبیعی حرکت میکردند مثال میزنم کودک و نوجوانی که با مرکب های جدید روبرو شدند خب نهایتاً آرام آرام پدر مادرم بعد سنخیت خودشان را میدادن با جامعه روز شکاف را رو با زرنگی پدر و مادر پدر و مادر به جای اینکه که اولاد خود را بکشند سمت پدر و مادر پدر مادر های زرنگ خود را میکشاندن سمت اولاد لذا ما میبینیم خیلی پدر مادرهای قدیم در تربیت اولاد موفق تر بودند هشت تا نه تا ده تا اولاد داشتند اما اینها می به تعبیر می دادند دادن به تعبیر پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم خود را کودک قرار میدادند با کودکان کودکی می کردند نمیشه الان سخته الان تفاوت فقط به اندازه این نیست که تو سوار چی می شدی با چی مسافرت می کردی من سوار چی میشم با چی مسافرت می کرده. تو با نمیدانم نامه و با بعضی تلگراف, تلگراف ها پیام را روان می کردی ما الان با تلفن نه الان این شکاف حد است امروز شکاف ها شکاف هایی که باور کنید من به پدر و مادر عزیز میگم ابتدا اجازه میخوام عذرخواهی میکنم از اینهایی که یک مقداری سن سال بالایی دارد اونقدر شکاف ها اگر حواست نباشه بین تو و اولادت زیاد هست که هرچم تلاش بکنی میبینی نمیرسی فضایی که اولاد تو با او آشناس فضای سایبری فضای دنیای مجازی فضای ارتباطات امواج است یک وقتی خدا رحمت کنه همه این گذشتگان را خدا پدر ما را رحمت بکنه وقتی دیرتر میامد منزل در مشهد الرضا حرم علی بن موسی رضا علیه و خادم بود دیر میامد منزل سیاه. وقتی منزل میامد او اول کار دست می رو سر ما ببینه که سر ما داغ یا ای که نه نرماله اگر داوود میگفت تا الان در کوچه ای سرگرمی چی بودی کجا آره، بودی نگرانی اون زمان این بود اما الان که نگرانی ها این نیست که الان ممکنه کودک اصلا کوچه نره آره سرش هم سرد باشه گرم نباشه سرش هم سرد باشه خون سرد باشه من. سر، سرد باشه اصلا دل شب ببینی کودکت یا نوجوانت بلند شده تبلت به دستش شما بیدار میشی خب پسرم این وقت شب چی کار میکنی بعد این نوجوانم میگه بابا دارم قرآن میخوانم بعد تو بگی به و چقدر نوجوان نورانی شب و خوبی داریم اطلاع نداری که او مشغول خواندن قرآن نیست و او داره از طریق تبلتی که تو خیال میکنی داره قرآن میخوان به کل فضای مجازی داره سیروس رفت آمد داره یعنی میخوام بله. بگم الان یک مقداری با توجه به این سرعت ها باید بیشتر دقت کرد این اه. چالش اول تا باز ببینیم به چالش های دیگه میرسیم خیلی خوب همچنان در خدمت شما هستیم با این موضوع شمارش چالش ها و مطرح کردن و خلاص راه دادن و اینها بفرماییدم شما ادامه یکی دیگر از این چالش هایی که ممکنه ما به عنوان والدین باش روبرو باشیم و یک مقداری کار ما را سخت میکنه روست. اینه که جمله که شما اول کلام گفتی سرعت تکنولوژی بله. بالاست و در بالا رفتن سرعت تکنولوژی پدر مادر یک مقداری توان بالا رفتن را کمتر دارند کودک به کودک با توجه به ذهنیتی که خدا در وجود کودک کد... قرار داده و قابلیتی که خدا در وجود کودک قرار داده، زودتر خودش را سنخ میده با تکنولوژی. بیشتر میتونه استفاده بکنه و با... زودتر میتونه بکنه استفاده بکنه. بکنه. زودتر میتونه بکنه. اینا رو جز... کشف بکنه. درود اه. بر شما. زودتر میتونه پیدا بکنه. و متاسفانه به دلیل بالا بودن سن والدین، والدین هر کاری بکنن نمره باز سرعتشون بازم سرعت کنترل بکنه می که ما این این چالش به عنوان دومین چالش بیشتر از تا از چالش اول دقت بکنیم چالش سرعت بیان. من به عنوان پدر و به عنوان مادر و حتی بعدا بررسی میشه که خب در بحث بحث چالش ها فقط پدر و مادر درگیر نیستن در بحث چالش ها مربیان بزرگ هم درگیرند و من به عنوان یک مربی و من به عنوان یک معلم امکانش نیست که با فرزند خود و با کودک و نوجوان که بعد هر کنام را به نوبت باید مورد بررسی قرار بدیم امکانش نیست که من با کودک و نوجوان خود همگام باشم مگر این که منم تا اندازه نسبت به این سرعت ها بیشتر پیدا بکنیم آره مثلا یک نمونه رو خدمت شما بیان بکنم یک نمونه بخ. که اگر ما بنوان پدر و مادر به این توجه نکنیم از دست ما رفته الان بازی های رایانه امروز شما اطلاع دارید که در گوشی فرزند شما ممکنه بازی وجود داشته باشه که اینها تعبیه شده به سمت و سوی یک سلسله اموری که آهسته آهسته اولادت را از درون میخوره الان بازی های رایانه ای در بازار آمده من نمیخوام خدایی نکرده کام بینندگان را با کرامت را تلخ بکنم اما تعبیر امیر المؤمنین علی علیه السلام دست ماره. حقیقت حقیقتا بسته باید گفته, باید گفته بشه امیر المؤمنین دست ما را بسته از این که اوپن نباشه باید در جاهای واقعا اوپن بود آقا بازی های رایانه ای بازی های کامپیوتری الان آمده که ذهن و فکر کودک و نوجوان ما را دقیقا مورد هدف قرار میده پدر و مادر عزیز آیا لازم نیست که گاهی وقتا تو هم گیمی بزنی؟ بله ممکنه یه حرف من... ما بله ممکنه یه حرف من خب یک مقداری به زائقه ها بر بخوره اما یکی از اساتید خیلی عرف قشنگی به هم میزد می گفت که گاهی مواقع همراه اولادت برو در همون محیطی که او هست ولو اون محیطش را تو نمیپسندی نمیتونی چشمت را ببندی گوشت را ببندی و نمیتونیم بدون اینکه اطلاعات پیدا بکنی اونها را منعش بکنی نمیشه بله امکانش برو ام. یک اطلاعات پیدا بکو یک آگاهی رو بگیر بعد بیا بگو که آقای بوزو این ضررها ای را داشت این بازی را کشرا کرده این محفل و مجلس را که رفتی این ضررها را داشت و از اگر دوره بکنه بهتره به این صورت باشه باید, باید شناخت باید یعنی ورود پیدا کرد باید الان خدمت بینندگان با کرامتی که در کشورهای غربی صدا و تصویر ما را میبینند و میشنوند من مثلا من میخوام بگم که ببین سرعت ها خیلی عجیبه و گای دامن ما رو میگیره آب پدر و مادر خیلی خوشحالند میگن که ما به اولاد خود یاد میده نسبت به غذاهایی که نوش جان میکنن دقت بکنن ما حتی وقتی که یک جوری اینها شده که وقتی که بازار میرن قابل واقعا افتخار دوستانی که در کشور غربی زندگی میکنن که انقدر ایمانشان رو حفظ کردن وقتی بازار میرن در رفتن بازار اولاد بلا فاصله خودش از پدر و مادر خواهش میکنه میگه لطفا ببین این چیزی نداشته باشه آیا حلال ای خوراکی آیا باید نگاه بکنی اینا رو دقت میکنیم اما یک سرعت هایی داره اطراف ما سرعت میگیره که گویا از دست ما میره شما کودکستانی که اولادت را ثبت نام کردی غذایی که در یک پکی آماده میکنی از گوشت حلال از غذای حلال شما این را تقدیم یه اولاد میکنی پسرم دخترم کودکستان که رفتی مواظب باش از اید نوش جان بکن چون قطعنی هست در کشور غربی هست اما این آیا دقت کردیم که کودک در یک سنی قرار داره که تعاملش با اطرافیانش و با هم سن و سالهایش به مراتب از ما بیشتره به مراتب سرعتش بالاتره به مراتب قدرت جاذبه دارن دافعه ندارن اصلا قدرت جاذبه دارن و اینجا رفتی و دیدی که آیا اینها دارن به اشتراک میگذارن لقمه های خودشان رو شعر داره خیلی عالی استاد اگر اجازه بدین یک میان برنامه کتابی بدون بعد در خدمت شما باشم بیننده های عزیز و گرامی از همراهیتان ممنونیم یک میان برنامه کوتاهی رو با هم میبینیم و دوباره ما را همراهی کنید خدایا و تو پناه میبرم از اینکه در آراستن صورتم چنان مشغول شوم که از اصلاح سیرتم باز بمانم خدایا سیرت را تو میبینی و صورت را دیگران شرم دارم از اینکه محبوب دیگران باشم و منفور تو پس خدایا تو خوش صورت و خوش سیرتم کن که اول محبوب تو باشم مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند خدایا خدای مهربانم دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت همه آنچه از منیت و نواقسم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت چنان همیشه که بخشیدهی مرا رها ساز مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم بیننده های عزیز گرامی دوباره سلام عرض میکنم کنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی می کنید مثبت 964 780 255 413 در اختیار شما هست می توانید هر سوال و یا هر گونه انتقادات پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید با موضوع چالش های تربیت فرزند در زندگی در عصر خب در جهان معاصر در خدمت شما هستیم نظریاتتون حتما در قسمت با ما شریک بسازین این که شما در خانه و خانوادیتون با چی چالش های روبرو هستین از چی کارکردهایی استفاده کردین و کدام اینها مهم بوده حتما اینها هم با ما شریک بسازین تا انشالله که در بهبود برنامه ما رو را همراهی کرده باشین و, و, ما هم از راهکارهای شما استفاده کرده باشیم همچنان برنامه به وقت بیداره بیننده هستید و در خدمت آقای استاد حسینی ساجدی هست استاد دوباره سلام خدمت شما خوش آمدید استاد بحث ای بود که باید والدین خودشان با فرزندانشان وفق بدن و همینطور شمارش چالش ها چالش ها را می گفتیم و اینی که وفق بدن خودشان بله. را مثلا یکی از وفق دادن ها همی بود که سرعت دیده بشه و این سرعت شناخته بشه و همین سرعتی که شما هم اشاره کردید با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی لازم است که سرعت تکنولوژی و سرعت علمی که اولاد بیشتر ایرا جذب میکنه و اولاد بیشتر ایرا میطلبه و اولاد بیشتر ایرا دوست داره درست. لذا همراهی بکنه ما در قبل از وقت یک مثال زدیم خدمت شما و بینندگان با کرامت بله. شما این مثال ای بود که عرض کردیم که مثلا در بعضی از کشورهای اروپایی و یا کشورهای غربی کمتر والدین توجه میکنن به سرعت ارتباط گیری کودک و گاهی وقتی سرعت ارتباط گیری کودک کار خراب میکنه اگر دقت نشه و اگر توجه نشه شما خیلی رعایت داری میکنی خریدهای شما از بازارهای اصولی و بازارهای دینی است حتی در تهیه مواد غذایی برای فرستادن در مکتب و مدرسه و کودکستان توجه میکنی اما ای را دقت داری که اولادت قدرت جاذبه بالایی داره و ممکنه به شیر بگذاره و به اشتراک بگذاره ای خوراکیه که دیگران هم داره گفت لخمه از طریق مشتبه خون خورو خاک و بران دندان منه کانترا در راه دین مفتون کند نور ارفان بله. از دلت بیرون کند ما خیلی رعایت میکنیم در اینی که کودک ما چی بخوره باش ها ما خیلی رعایت میکنیم به چه لقمه حلالی را به دهان کودک بگذاریم اما آیا دقت میکنیم که جاهای دیگر دیگران به دهان کودک ما لقمه امکان دیگری داره که بگذار. ها نگذاره اینم یک چالش اما یک چالش دیگری که آیه حسینی مطرح هست اینه که ما در عصر ما قرار شد ما جهان معاصر را بررسی بکنیم و امروز را ما در عصر قرار داریم که کودکان ما نه تنها کمی که بسیار نسبت به کودکان قبل متفاوتن به دلیل بانه. حجمه اطلاعات این حجمه اطلاعات شخصیت را بالا میبره بستگی داره از چه اطلاعاتی در دسترس قرار میگیره استاد امکان داره گاهی یک مطالب فاسی که تو همین رو, رو دارم میگم این اطلاعات گفته اطلاعات اطلاق داره هر دور شامل میشه و این حجمه اطلاعات شخصیت رو پرورش میده پرورش شخصیت یعنی بله. چی یعنی بینش را بالا میبره خب بینش را بالا بردن منجر میشه به بلوغ زودرس و بلوغ زودرس آفت ایجاد میکنه شما میبینی کودکت دوازده سالشه اما شما کودک دوازده ساله امروز را مقایسه کن با جوان ایفده ساله گذشته میبینی که دقیقا پا در جا پای او گذشته. سال قبل. آره حتی کمتر از چل پنجا سال قبل حتی ای طرفتر یک وقتی بود که خیلی از اطلاعات را ماها نداشتیم اما الان کودکان ما دارن حتی یک بحثی را من خدمت شما بیان بکنم ایرا خدمت عشان. والدین والدین کرامت هم بگم که دقت بکنن و متوجه بشن اون نکته این آیه حسینی اصطلاح چشم باز بودن گاهی در فرهنگ قبلی ها و قدیمی ها هم بود قابل توجه هست و باید قابل توجه هم باشه میگه گاهی وقتا نباید بگذاری اولاد چشم و گوشش باز بشه اه. شاید از نظر منطقی و از نظر روانشناسی اگر ما بررسی بکنیم بگیم یه حرف بدیه بله اگر نباه نگاه پسند بکنی پسندیدن شاید نباشه اما یک هشداره آقا مواظب باش چشم و گوش باز بیش از حدم حد امکان داره که پیامت های منفی رو باید منفی به همراه داره کرونا یک سلسله درس هایی بر ما داشت که الحمدلله خب میشه گفت پایان پیدا کرد الهی شکر هم یک سلسله درس های مثبتی رو بر ما داشت هم یک سلسله پیامت های منفی داشت مثل کسالت ها مریضی ها خب رفت آمدها ها قد شد الان سله ارها متاسفانه حالا تا دوباره برگرده شد. به قبل کم شد. شد. اما یک آفت بسیار بزرگ داشت که آفت کم کم الان اثراتش رو داره میگذاره و, و او آفت و اینه که کلا درگیر کرد هم پدر خانواده را هم مادر خانواده را هم اعضای خانواده را به رسانه هایی ای که این رسانه ها حجمه اطلاعات را به بارش گذاشتن بر قلب و فکر و دل آرام و نرم و ملایم کودکان ما پدر و مادر باید ایتی کرده قطع بکنن آه. مثلا یک، یکی از مثال هایی که من میشه اینجا بزنم و زیاد در ارتباط هستم در کلاساتی که با والدین مدارم اینه که میگن آقا ما چیکار بکنیم که کودک ما نسبت به نماز علاقه من بشه خب پاسخش یک مقداری قابل ملاحظه است و اونی که قابل ملاحظه است اینه که سرور من برادر من تو الان داری گاهی وقتا در امر نماز مدلی داری اولادت رو تربیت میکنی که پدرت تو رو همین مدل تربیت میکرد در حالی که تو در زمانی ای تربیت رو گرفتی که زمانش کجاست. متفاوت بود به. در کنار تربیت پدری که تو را در رابطه با نماز می کرد حجمه دیگری نمی آمد که تو را از نماز دور بکنه اما امروز اطلاع داری که اولاد تو در, در کانال های عضو است که نمازی که حکم ناموسی دین ما را داره مورد حجمه قرار بله. میگیره و حتی تو به عنوان پدر و مادر یک بار زحمت نکشیدی نرفتی همونها ایر مطالعه بکنی که اولادت میشه گفت که بخش اعظم زندگی خودش رو با اونها در سپری میکنه درست. چالشه. بله استادی موضوع بارش اطلاعات گفته بسیار موضوع مهم و تاثیرگذار است وقتی داشتم مطالعه میکردم به یک موضوع بسیار جالبی برخوردم ده هزار پایگاه رسانه‌ای با چل هزار وبسایت در مقابل 200 تا وبسایت دارن فعالیت میکنن یعنی 200 تا وبسایت رو داریم که میتونه این فرزند صالح تحویل جامعه بده میتونه فرزند مهدوی تحویل جامعه بده برعکس چل هزار پایگاه دیگه 40 هزار وبسایت دیگه داره علیه این موضوع تبلیغات میکنه تازه اینا شمارش شده بله. حالا اینه بله. که شمارش نشده خدا میدونه چرا بله بله درود بر شما لذا شاید در یکی از این وبسایت ها هم سر نخوره که داره به یک سمت و سوی خوبی ایره هدایت بکنه امکان داره که اگر ده تا سایت را مطالعه بکنه نو تایش خلاصه سایت باشه که به یک سمت دیگه بکشونه منحرف بکنه دور بکنه این بارش اطلاعات در زمان کرونا به اوج خود رسید بله کرونا هنوز خیلی مانده دامنگیر ما بشه ما هنوز گرم قضیه هستیم لطفا این مسئله را مورد دقت باید قرار بدیم. لذا من توجهی که من به والدین عذرخواهی میکنم مخاطبتان قرار میدم او چیزی که باید شما توجه بکنین این کودک شناسی خود را بالا ببرید حالا نه. فعلا در بحث کودک تا بعد کم کم بریم رو بحث نوجوان و این کودک ما چیزهایی را داریم به عنوان نصیحت به خوردش میدیم که او پسخند خند میگیره اصلا نه. چرا؟ چون بارش اطلاعات ای کودک ما را انقدر بصیرت داده که این نصایح ما هیچه این نصایح ما هیچه یک نکته ای را الان شما گفتین شما گفتین در کنار این چند هزار یک مقداری هم وبسایت های مفید هست یک مثال بزنم خدمت شما تصور بکن حتی حتی همین ماها حالا به عنوان والدین ریموت تلویزیون به دست ما حالا خود رو یک مقایسه بکنیم دیگه اولاد ما پیشکش ریموت تلویزیون به دست ما روی مبلمان و صندلی نشستیم در یه هوای گرم هم که از سر کار آمدیم و ریموت به دست ما چینل های مختلف و کانال های مختلف تلویزیون رو بالا, بالا و پایین, و میکنیم. واقعا آیا او کانالی که یک عالم دین یک کارشناس خانواده یک بزرگی داره صحبت میکنه متوقفش میشیم حاضرم یک من در این سن من در این سن حاضرم یک قطعه انیمیشنی کارتونی اینا نگاه بکنم اما پای صحبت یک بزرگی ننشینم که ایجوری هستم دیگه چه توقعی از اولاد خود کنم این رو پیش خودشان فکر بکنه که وقتی اگر چینال تبدیل میکنین این کانال مذهبی میرسه چی کار در اینجا خودتان آزمایش بکنه نه واقعا همی نه. یعنی حوصله ها کم شده لذا یکی از چالش های دیگری که حالا باز دامنگیر ما هست که به عنوان ما این چالش ها رو باید رسد بکنیم زائقه ها خیلی متفاوته این زائقه ها که متفاوته باز برمیگرده آیا حسینی بعد شناخته والده ایم. من پدر و من مادر دارم اولاد خود را گاهی وقتا مدلی سرگرم میکنم که پدر من سرگرم میکرد <applause> فکر نکنم تاثیر گذاری داشته آره بشه. دیگه لذا توقعات ما از اولاد ما جوری بالا میره که توقعات پدر و مادر ما از ما بالا بود یک, یک،, یک مثال بزنم خدمت شما ببینید اگر یک مقداری کودک شناسی ما قوی بشه یک،, یک،, مثال در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست قطعا بینندگان با کرامت به مراتب از حقیر قضایه بیشتر مورد دقت قرار دادن بیشتر حالا ما دوست سر مخاطب ما زوجات جوان باشه این آیا یک مثال خدمت شما بزنم شما ببینید کودک وقتی که به یک سنی میرسه که آرام آرام قدم میگذاره به تبدل زمان از کودکی و قدم گذاشتن به نوجوانی به دلیل بارش اطلاعات به دلیل حجمه اطلاعات به دلیل این 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 دارم میگم هشدار میگم به دلیل بصیرت روزافزون کودک ممکن دوران نوجوانی کودک زودتر اتفاق بیاد بله خیلی زودتر حتی ممکنه دوران نوجوانی کودک الان دانشمندان هشدار دارن میدن حتی ممکنه دوران نوجوانی کودک دو سال زودتر بشه بله چون قدرت گیرندگی کودک رفته بالا لذا حتی, حتی ممکنه زودتر علائم رشد در وجود کودک ده. مثلا پسر رو مثال بزنم در وجود پسر ایجاد بشه خب خیلی خوب کودک با توجه به اینی که قدرت گیرندگیش بالا رفت قدرت رشدش بالا رفت لذا تغییر شخصیت میده و ما به عنوان پدر مادر اصلا اینا رو توجه نمی کنم. خب استاد یه ای اینطور که فرمادین معمولا خب رشد بکنه رشد فکری بکنه حالا به بلوغ برسه چی فرق میکنه الان مراد و منظور از رشد می فهمید هم، همین رو میخوام بگم بله. ببینید همین رو میخوام بگم کودک که کس مخالف نیست کودت همینه ما نمیبینیم رشد رو زمانی ما با رشد مخالف نیستیم که رشد رو ببینیم بله ولی اگر رشد کرد و ما ندیدیم این میشه میشه چاله بوت های متفاوت رشد باید برسه بشه آره کدام بوت این ای, ای میشه این میشه منفی چرا چون ما دقیقا روشی رو با این برخورد میکنیم که والدین ما در این سن با ما برخورد میکردن در حالی ده. که ما در اون سن که بودیم به این رشد نرسیده بودیم و کودک ما به این رشد رسیده یک مثال بزنم خدمت شما ببینید مثال بزنم ما ما ایرم بگم که ما از رشد فکری گاهی وقتا به رشد حتی جسمی داریم رسیم و حتی به دورانی از رشد داریم میرسیم که کودک از کودکی داره قدم برمیداره به سمت نوجوانی این زرافت رو میخوام بگم رشد منظورم اینجاست کودک قدم برمیداره به دوران نوجوانی خب حالا دوران نوجوانی چه آفاتی داره؟ چه تعاملاتی باید ما داشته باشم؟ اینه که ما توجه نمی یک مثال برات بزنم یک مثال به خاطر اینکه کودک سرعت رشدش بالا رفت و دوران کودکی خود را داره به سرعت پشت سر و به دوران نوجوانی میره لذا ممکنه فریاد او بلند باشه صحبت پرخوشگری او بلند باشه, باشه. پرخاشگری او شتاب بگیره و من پدر و من مادر به سرعت دارم حکم میکنم که اولاد ما بی ادب و این چالشی است که من بهش روبرو شدم در حالی که سرور من برادر من خواهر من اولاد تو بی ادب نیست اولاد تو به یک سنی رسیده که اقتضاعاتی داره که تو ندیدی نه درک نمی کنی. متوجه نمی شید. فکر می کنی فکر میکنه که... آفرین بذار یک مثال دیگه بزن و خدمت شما اینا خیلی زرافت داره خیلی چون عرض کردم باید بحث ما متفاوت باشه ده. و جهان معاصر رو بررسی بکنیم یک مثال بزن توجه خدمت امید شما. لازم داره آره آره مثلا شما نگاه بکنید کودک وقتی به سن نوجوانی قدم میگذاره صداش تغییر میکنه میگن صداش خروسی شد نه؟ صدا تغییر میکنه حتی چیدمان صورت تغییر میکنه چیدمان بینی تغییر میکنه حتی جالب روانشناسان کودک و اندیشمندانی که مطالعه در رابطه با ای سن دارن میگن کودک وقتی که حتی مثلا الان اگر من بگم پدر مادرها ما کاملا متوجه میشن این قضیه را و کاملا خوب میفهمند وقتی که از در میخواد بیرون بره دقت کردی تلو تلو میشه گاهی به این طرف میخوره گاهی به این طرف میخوره گاهی ف... یک مرتبه دادش بلند میشه آخ چی شد پسره سرم به بت... سرش خود وقتی را آره... که راه بری سرم به بت... در خود بعد اینا رو مطالعه کردن دانشمندان چرا اینجوری شده میگه به خاطر که انقدر سرعت رشد کودک به دلایل اقتضاعات زمان امروز بالاست که تا حساب کتاب از دست خودشم در, در رفته روزه قبل میدانست که از این مسیر میتونم رد بشم اما الان خبر نداره که رشد بالا رفته از اون مسیر دیگه نمیتونی رد بشی قدر. شاید هم یک چیزی سرگرم خودش کرده که اصلا متوجه نه فعلا بس ذهنیت رو نمیخوام بگم او. حتی میخوام بگم رشد جسمی رو فعلا اول مثال بزنم او. یعنی میخوام بگم پدر و مادر عزیز دقت کن اولاد تو در شرایط امروز به دلیل رشد ذهنی به سمت حتی رشد جسمی هم حرکت میکنه حتی حتی اولاد تو به سمت اسم اجتماع میگذاریم به تکلیف رسیدن حتی علائم تکلیف ممکنه در وجود اولاد تو زودتر پیدا بشه تو به جای این که انشالله که اه. پدر مادرهای ایجور نیستن ما مثال میزنیم پدر مادری به جای این که بیا در این رابطه دست اولادش را بگیره و رفاقتی که در نوجوانی لازمه و او وزارتی که در روایات داریم باید وزیر تو بشه لازمه را نادیده میگیرن میگن آقا اولاد ما بی شده عزیز دلم سرور من برادر من خواهر من اولاد تو بی ادب نشده مقتضای تغییر امور حتی جسمی ای اولاد است که صدایش خروسی بشه به تعبیر امروزی بله ها. تاثیر گذاشته بود. تاثیر گذاشته خیلی عالی استاد بحث عالی جذاب مفید ولی خب محدودیت زمانی را که دارم دو دقیقه دیگه در خدمت شما هستم جمع و حسن ختام یاد داشته باشه <تصفح> تشکر از لطف شما فقط یک نکته ای را در این جنبندی بگم که تا باز در جلسات بعد ما بتونیم آی حسینی ان شاء عمری باشه در خدمت شما و بینندگانتان باشه. باشه او جمبندی در یک جمله اگر خلاصه بشه اینه که قانون خانواده وظائفی داره که این وظایف اولینش به تعبیر امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیه آلاف و, و سنا شناختن چالش هاست بله. و رسیدن به دوره ای که بداند در چه زمانی قدم میگذاره و همون که ما میگیم ملم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه اگر امام زمان خود را نشناسه با مرگ جاهلیت میمیره اگر زمان خود را هم نشناسه با زندگی جاهلانه زندگی میکنه لذا که کانون گرم خانواده چالش شناسی بکنه زمان شناسی بکنه و این زمان شناسی را برگردانه به سمت اینی که حضرت امیر عدالت و امیر نور علیه آلاف و و سنا فرمود رسد بکنین مشکلاتی که در پیش رو هست بله. چشم و گوشتان را نبندین انشالله امیدوارم بتونیم در جلسات بعد انشالله سلامت باشیم توفیق دوستاد. بیشتری داشته ممنون باشد. از حضورتان و تشکر که قبول زحمت کردید و تشریف آوردید انشالله باشه که توفیق داشته باشیم در قرار دوشن به شبهای بعدی در خدمت شما باشیم تشکر از حضورتان انشالله که خیر و سلامتی و در خیر راهتان باشه تشکر. باید بدوی به هر کجا شد برسی باید بپری و از خود خود بروی این گونه برو بیای بی خود کافی است آن گونه به خود بیا که از خود بروی بیننده های عزیز و گرامی سپاس از اینکه تا این دن با ما همراه بودید این بود برنامه امشب وقت بیداریک تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید تا برنامه بعد همه الله پاک به تا میسپارم ایام به کامتان وقت خوش خدا <applause>